با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا. یه فنجون قهوه برای من آورده بودن، داشتم تونتون قهوه رو سر میکشتم که برنامه رو شروع کنم. رامین تهیه کنند و گفت آقا چرا به این سرعت؟ مگه اشکالی داره؟ در همه جای جهان هست که یه فنجون بغل آدم است، یا قهوه است یا آب، هر چی است. گفتم که بله، ما از لطف بعضی از دوستان شانس نداریم. کاری ندارم. به هر حال امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. جهان که هفته بدی داشت. جهان با عذاب و درد آغاز کرد. کشتن شماری از نویسندگان و کاریکاتوریست ها در شارلی هبدو خیلی اسباب نگرانی بود که این تروریسم اسلام ناب انقلابی محمدی به کجا داره میره. در بلژیک هم دو نفر رو کشتن، دو تا تروریست رو. همینطور قصه ادامه داره. بعد از این ور آقا به اسلام نباید توهین بشه. چه کردید؟ تروریست ها با کشتن 17 نفر چه کردن؟ تیراژ روزنامه ای رو که، هفته نامه ای رو که 60,000 تا بود به 5 میلیون رسوند. اینم از برکات حماقت دشمنه، دشمن بشریت و دشمن همه ما. داعش چه میکنه در عراق و سوریه؟ وحشتناکه. یعنی حکایت هایی که اون روز داشتم میخوندم، رهبر ایزدی های عراق صحبت میکرد که الان این بانوانی که حد که حرمت شدن، باردار شدن به خاطر تجاوز حیوانات داعشی، مشکلی هست. جامعه سنتی نمیپذیره. اما چقدر قشنگ بود وقتی دیدم جوانان کرد رفتن با خیلی از این دخترها ازدواج کردن و بعد گفتن این بچه ها باید سخت بشن چون داعش میخواد نسل خودش رو ادامه بده. اینم به نظر من حرف نادرست نیست، چون به هر حال بچه که در واقع از پدر جنایتکار به دنیا نمیاد، مثل اون بچه هاییست که میبرن و اونجوری تبدیلشون میکنن به جنایتکار. بگذاریم، این برنامه متعلق به شماست، بیشتر من باید حرفهای شما رو بشنوم. پیامهایی داشتم برای من داده بودن، شماها داده بودید، دوستانی داده بودن در رابطه با سالروز به قتل رسیدن دانشمند اتمی ایران اردشیر حسین‌پور توسط عوامل اطلاعات سپاه پاسداران. یادش بخیر، انسان آزاده و بزرگی بود و نامش همگاه برای ما خواهد موند. کسی که در عرصه تکنولوژی اتمی بسیار انسان آگاه و دانشمندی بود و چون حاضر نشد در پروژه بمب‌سازی شرکت بکنه، با اون وضع فجیع او را به قتل رسوندن. بار دیگر به همه بازماندگانش و دوستداران شاگردانش شهادت او را، به شهادت رساندنش توسط اطلاعات سپاه رو تسلیت میگم. بریم اولین شنوندمون، بینندمون رو بشنویم که چه پیامی داره. ریاست محترم شبکه ایران فردا، آلیجا نوری‌زاده. محضر شما و همه همکاران و همراهان شما که دلم میخواست تایم برنامه این اجازه رو به من میداد، مخاطب احترام و تشکرم رو تک تک و با نام خدمتشون عرض میکردم، به خصوص در همکاران عزیز شما که در بکستیج زحمت میکشن و کسی اونها را نمیبینه، با اینکه برنامه جنابعالی کم وقتی نداره، ولی فکر میکنم اگه چند دقیقه به ترتیب اولویت که همه ما مردم ایران امروز روز گریبانگیرمان شده اختصاص بدید، برنامه عالی فراهم خواهد شد. به طور مثال موضوع بیکاری جوانان که در دغدغه همه خانواده هست به عنوان اولویت اول پیشنهاد میکنم. با تشکر از شما و خدا حافظ، میستم از کرج خانه پدری. سپاسگزارم هموطن نازنینم. چشم، یادداشت کردم و حتما در برنامه مخصوصی برای همین مسئله خواهیم گذاشت و من هم در برنامه بهش خواهم پرداخت. راست میگید، قصور از جانب من است. گهگاهی اشاره شده ولی بسیار مسئله مهمی است. به ویژه این همه فارغ التحصیل ما همه ساله داریم و
و نبود کار برای اونا چقدر تلخ و دردناکه. دوستی برای من نوشته بود که فوق لیسانس علوم سیاسی داشت و میخواست همکاری با ما بکنه. البته سخته از راه دور و به خصوص گهگاهی که دوستانی برای من مینویسن، من تأمل میکنم، برای اینکه خدای ناکرده اگر اینها بفهمن چه بلایی بر سرش میاره. ولی برای من نوشته بود که چه زندگی سختی داره و بسیار متأثر شدم. ازدواجم کرده بود و یه فرزند داشت. هموطن بعدی. الو، سلام. قادرپور هستم از اورامان ایران، منطقه اورامانات. گفتم این نوری زاده، شما میتونید به جای اون کلمه هماره برافراشته بالواز رو استفاده کنید. هماره بالواز یعنی بالگشوده و پرندهی که به مرحله پرواز رسیده. پرچم زیبای سرنگ خورشید نشان ایران هماره بالواز یعنی بالگشوده. هم واژه اورامی هم فارسی هم خوب تو زبان فارسی هم معنی میتونه داشته باشه. خیلی ممنون. سپاسگزارم عزیز من، ممنونم. چقدر بالباز لغت زیبایی است، ولی باید جا بیفته. برافراشتن فارسیه. ولی ممنونم از اورامانات زنگ زدی. چه انسانهای عزیزی هستید شما، چقدر شما رو دوست دارم قادرپور نازنین. ممنونم ازت. هموطن بعدی ما. درود به شما جناب نوری‌زاده. بنده از ایران تماس می‌گیرم. سوالی داشتم که تلویزیون رها تعطیل شده، از اونجا که این ارتباط و از قدیم دارم شما با آقای جهانشاهی و آقای خانساری و دوستانشون داشتیم، خودم واقعا در امید این که چنین افرادی و همسال شما یا کسانی که خلاصه توی این فضا کنم و واقعا با چه امیدی این کار رو میکنم تلویزیون تعطیل و قصد برگشت به ایران دارن. اینها خوشبینه های بیش از حد نیست که این دوستان دارن. سپاس از شما. ممنونم دوست عزیز. در مورد تلویزیون رها، مسئولان تلویزیون اطلاعیه رسمی دادن و گفتن چرا تلویزیون رو تعطیل کردن. همطور آقای جهانشاهی هم اعلام کرد که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت خواهند کرد. بنابراین مشخص کردن چه کار خواهند کرد و هدفشون چیست. چون تلویزیون رها با یک فکر و اندیشه دیگری شروع به کار کرد و بنابراین طبیعتاً وقتی مدیرش گزینه دیگری رو انتخاب میکنه، اون تلویزیون نمیتونه در اون شرایط ادامه پیدا کنه. ممنونم ازتون، ولی گمان میکنم خود مسئولان تلویزیون، آقای دکتر خونساری، آقای امیر جهانشاهی توضیحات مفصل و فراوانی دادن. سپاسگزارم. هموطن بعدی. عرض ادب احترام دارم جناب دکتر نوری‌زاده عزیز. من سوالی داشتم قبل از این، اینو بگم که قبل از این که پدرم از این دنیا بره چند وقت پیش، گفت هر موقع میخوای چیزی یاد بگیری درباره سیاست، سخنان جناب دکتر نوری‌زاده رو حتما همیشه گوش کن. میگفت در سال 1956 کمپانیای انگلیسی و آمریکایی نفت برای اومده بودن این تهران که برای آخرین بار اون قرارداد نفت رو امضا بکنن، که وزیر نفت تماس میگیره به شاه و شاه میگه که اگر تمام انگشتای دست من رو قطع بکنن، من این قرارداد رو امضا نمی کنم. این حق مردم ایران نیست، باید قیمت اصلی نفت رو پرداخت بکنن و من اینو امضا نمی کنم. و اون موقع هم بهشون گفته بودن که اگر امضا نکنید وقایع بدی خواهید دید در آینده به زودی زود. حالا این حقیقت داره یا نه؟ من میخواستم اگر اطلاعی دارید اینو ما به مردم ایران بگید. در 1956 آخرین مهلتی بوده که گفتن که اگه این قرار قبلی رو امضا نکنی وقایای بدی خواهید دید در آینده، و شاه هم گفته که هر کار دوست دارید انجام بدین، من حق مردم ایران رو نمیخوام بخورم. مرسی خدا. اولا روان پدرتون شاد باد که این همه به من لطف داشت تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. من چیزی نمیدونم در این بحر دانش و معلومات،
حتی ذره ای هم من نیستم. اما در رابطه با اون موردی که اشاره فرمودید، من نمیدونم پادشاه فقید چی گفته به وزیر داراییش یا به مسئولانش، اون دیگه حرفی بین خودشون بود. اما در این نکتم تردید ندارم که عدم تجدید قرارداد کنسرسیوم غضب شرکت‌های نفتی رو برانگیخت. ضمن اینکه شاه جلو افتاده بود، همون کاری که در تهران کرد تو جلسه اوپک، یک باره بهای نفت رو به اون شدت برد بالا و این مصاحبه‌ای که میکرد که نفت باید قیمتش از آب کمتره، باید تا پایان قرن به 100 دلار برسه و بیشتر از اون، که حالا در پایان قرن نرسید ولی تو قرن جدید رسید، ولی به همون سرعت هم اومد پایین، الان میبینیم به 40 و چند دلار رسید. اما هیچ کدوم از اینا نمیتونه باعث بشه که یه ملتی بلندشن انقلاب کنن بیان تو خیابون. آقا ببینید یک نکاتی هست، انقدر باید تأثیر مثلا کمپانی‌های نفتی رو عظیم بدونیم؟ نه، عواملی در داخل کشور وجود داشت. شاه مریض بود، تصمیم نمیتونست بگیره، جامعه یک باره پول ریخته بود از سال 50 به بعد، تورم، پول زیاد، پروژه هایی که شاه دوست داشت تا قبل از مرگش به پایان برسه، این همه سورشارجی که به کشتی‌ها تو بندرعباس میدادیم، 6 ماه معطل میشدن تا بارشون رو خالی کنن، همه اینا دست به دست هم داد. و بعد آدمی که عکس مار رو به دیوار کشید و هرچی گفتن آقا، داد زدن آدمای وطن پرست، مردم مار میم و الف و رس، گفتن نه همینه، عکسش رو تو ما هم دیدیم، ریشش هم لای قرآن تو سوره بقره دیدیم. مذهب، شیفتگی به خرافات، حالت اینکه فقط میخواستیم ویران کنیم، اینکه این بره هر کی بیاد بهتره، خطای بزرگ تاریخی ما. و اون جمله معروف که با تیر جهل قلب استبداد رو نشانه رفتیم، قلبی که خود به خود داشت متوقف میشد و مسلم قلب بعدی قلب استبداد نبود. ما یک فرصت بزرگ تاریخی رو از دست دادیم. مجید محمدی مقاله نوشته بود، خیلی مقاله جالب بود، و اشاره کرده بود که میلیون ایران 3 فرصت تاریخی رو از دست دادن و من میگم 4 فرصت. سال 32 اگر زنده یاد دکتر مصدق به موقع کنار رفته بود، همون 30 تیر قوام سلطنه مشکل نفت رو حل میکرد و بعد الله یارخان صالح میشد نخست وزیر، قدرت در دست میلیون میموند. سال 42 مذاکرات علم و بعد آمدن دکتر امینی و اصرار به جبهه ملی که آقا بیا 5 تا وزارت خونه مال شما، و دوباره اوائل سال 57 که اگر جبهه ملی دولت رو تشکیل میداد محال بود آقای خمینی برنده بازی بشه. درسته دکتر بختیار خیلی دیر اومد، اما اون خنجر آخرم که میلیون زدن بهش، اون در واقع تسریع کرد خودکشی جمعی ما رو. هیچ کس به کشتن خود این چنین بر نخواست که من از شاملوی عزیز پوزش میخوام از روانش، که ما به زندگی نشستیم. هموطن بعدیم، جناب میرزا، سلام عرض میکنم. من منشهر قامدرسته هستم، از فرانکفورت زنگ میزنم خدمتتون و در صد موضوع شما افتخار میکنم. و از طرف دیگه آقای دکتر فرح برش همشاگردی من بودن تو خیابون خراسون در استان اردشیر. میخواستم از حضرت خودم به ایشون برسونیم و یادی از این زمان ها بکنه. در اوقات آقای رهبری نژاد مدیر مدرسه همون و دیگه اعضایی که درس خوندیم اونجا با هم دیگه، در صد خیلی ارادت دارم خدمتشون و ایشون سلام میرسونم. امیدوارم که از ارادتمنو قبول کنیم. تشکر میکنم. برای شما روزگار خوشی آرزو میکنم.
سپاسگزارم جناب قامت رسا و حتما پیام شما رو دکتر فرابخش عزیز میشنود و حتما با شما هم تماس خواهند گرفت. چه خوشحالم ما برای وصل کردن آمدیم. دوستان قدیم به هم برسن. شما نمیدونید من خودم چه تعداد از دوستانم رو پیدا کردم. فکر میکردم فیسبوک جای خوبی است که هم دیگر رو پیدا کنیم. ولی حالا دوستانی برای من تلویزیون رو میبینن در چارسوی ایران، در چارسوی جهان و تماس میگیرن. یکیشون به من زنگ زد گفت یادته کلاس دو خانم کامجو معلممون بود که خونش توی انصاری همون اولش بود و ما عید همه بچه ها دست جمعی اونایی که امیریه میشستیم رفتیم منزلش و براش گل بردیم. چقدر زیبا بود این تصویر. باز یه بار دیگه میگم یاسمین نازنین خواننده عزیز در مصاحبهش اشاره به مدرسه ایران کرده بود. او هم شاگرد مدرسه ایران بود، منتها از من خود جلوتر، به کمی سنشون بیشتره، ولی به هر حال هر دو در آن خیلی ها تو مدرسه بودن، خیلی ها تو مدرسه بودن. داستان رو براتون تعریف کردم. بعد از انقلاب یه روز در کمیته مرکزی بودم در ساختمان مجلس شورای ملی و ناگهان دیدم بانو شوکت ملک جهانبانی رو با یک چادر مندرس اووردن، را نمیتونست بره، پاش آلبومین داشت و اووردن اونجا نگه داشتن. نگاه کردم به حسین، یکی از همکلاسی های مدرسه‌مون که حالا کمیته چی شده بود و تفنگ دستش بود. نگاه کردم بهش گفتم حسین میتونی تحمل کنی؟ پریدم و دست بانو شوکت ملک رو بوسیدم. آقای باقری کنی، برادر مهدوی کنی، پشت میز بود. نگاه کرد و سرش رو تکون داد و خوشبختانه همونجا مشکل خانم جهانبانی حل شد و شوکت ملک بانو رو آزاد کردن، مشکلی براشون پیش نیامد و به منزل بازگشتن. به روانش درود میفرستم و سلام و درودی به ایران خانم، به آفرین، به نیلوفر، به فرزندان این خانواده عزیز و درودی به روان بابا نقلی و مهندس شمس، مهندس شمس ملکارا. هموطن بعدی، من برنامه خانم پژوهش رو دیدم، آذر پژوهش. واقعا به شما تبریک میگم برای تهیه این گونه برنامه ها. من هم نسل ایشون هستم و در 80 سالگی هم اینقدر گریه کردم که خدا میدونه، ولی خودم فرق گریم و با گریه این که برای واماندگان سوریه یا گرسنگان کجا میکنم فرقش رو فهمیدم و این فرقش این گریه بود، ولی این فرقش لذت داد به من. واقعا از برنامه های آقای نوری‌زاده تشکر میکنم. این اولین تلفنی است که من در 34 سال دارم به بیرون از ایران میزنم. خیلی تشکر میکنم. خدا حافظ. سپاسگزارم بانوی گرامی، خواهر ارجمند من. خیلی حرف دیگه. بانوی گرامی در سن 70 سالگی از ایران میگن اولین بار به خارج زنگ میزنم. چقدر قدردانی کنم. باید از همکارم محمد رضا شاهیدم سپاسگزاری کنم که اون برنامه قشنگ رو با آذر پژوهش تهیه کرده بود. آذر پژوهش نور چشم همه ماست. شما فکر کنید یه جوان خیلی اوائل جوانی برنامه می نوشتم در رادیو و آذر می خوند. اینقدر این نثر منو دوست داشت که گاهی اوقات میگرفت علی رضا و میخوند و توی برنامه جنگ شب من، شبانه های یک شبه، غیر از فیروزه امیر موعز، او هم چند نوبتی نامه های یک جهانگرد منو خوند، مجله زن رو میخوند و با هم برنامه اجرا کردیم. آذر فوق العاده بود و هست. درود به آذر پژوهش نازنین. هموطن بعدی، الو. سلام آقای دکتر نوری‌زاده، خسته نباشید. من کیا هستم، از انگلیس تماس میگیرم. دو تا موضوع رو میخواستم اگه لطف بکنین در موردش صحبت بکنین. یکی این که در زمان انقلاب اگه خیلی اوقات میشه که من میشنوم میگن اگه شاه میکشت یا میزد یا خمینی رو میکشت این مسائل پیش نمیومد، که نظر خودمون البته هیچ فرقی نمیکرد، این تو فکر مردم، اعتقاد مردم بود.
یکی داره این مورد و اگه میکشد چیز میشد چیزا میشد و در مورد دیگه این که تمام این گرفتاری ها آدم کشی ها و افرادگری هایی که تو دنیا الان به وجود اومده به خاطر خود همین کشورهای غربی و امریکا هست که این خود از اسرائیل دارن دفاع میکنن و اگه سعی میکردن پریش کردن همون مرزهای غربی قانون رو رعایت بکنن اونجا رو درست بکنن هیچ بهانه یا هیچ موضوع دیگه نبود که خیلی از این مسائل و ترورها پیش بیاد. خیلی ممنون میشم نظر شما رو بدونم. موفق باشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سپاسگزارم جناب کیای عزیز. اولا اینکه شاه آدم میکشت و میتونست بمونه یا خمینی رو میکشت اینا همه فرضیه هایی است که بعضیا مطرح میکنن. شاه آدم کش نبود و اون معنایی که صدام بود قذافی بود توی مایه ها نبود و نمیتونست. شاه کسایی که میخواستن بکشنش میبخشید، کافی بود یه نامه بنویسن میبخشید. روی یه مسئله بخششی نداشت، اونم روی کسانی که جاسوسی میکردن، روی اون مسئله خیلی حساس بود. ولی و به خصوص اگر نظامی بودن مثل وابستگان حزب توده یا مقربی یا امثال اینا که جاسوس کی‌جی‌بی بودن، ولی خودش طبیعتا آدم کش نبود. بعدم میگفت من اگه بخوام بکشم جوی خون را بندازم خب چی میشد؟ خمینی میشد یه امامزادهی که تا 200 سال دیگه باید هر که حاکم ایران میشد هزینش رو پس میدار. ضمن این که یه بار باید اینا به قدرت میرسیدن تا مردم بدونن فریب و نفاق و تظاهر و بهره برداری از مذهب چیست. حتما باید یه بار میرسیدن. شاه در همون یک سال اولی که بیرون بود تا قبل از درگذشتش چندین نوبت در حرفایی زده بود که بعضا من شنیدم از زنده یاد تیمسار جواد معیزاده شنیدم، از اردشیر خان زاهدی عزیز شنیدم و دیگران، در رابطه با نگاهی که داشت که همین درست بود، من نباید آدم میکشتم و مردم من بعد از من خاطره چندان بدی از من نخواهند داشت. این کتابیست دارم میخونم، یکی از چهره های خیلی سرشناس چریک های فدای خلق که همون بعد از گروه سیاهکل اینا تشکیل شدن و به همت زنده یاد دکتر بختیارم اینا از زندان اومدن بیرون، اشاره میکنه راجع به انقلاب که میگه وقتی انقلاب شد ما چه شادمان بودیم، شاه نمیدونم وابسته متجاوز آدمکش، حالا انواع صفات رو براش میاره. ولی خودش وقتی داستان توی زندانش رو تعریف میکنه بعد میاد یه دو فصل سه فصل بعد میرسیم به انقلاب و کاری که تو زندان انقلاب با اینا شد. و به نظر من حد اقلش این بود چنین آدم هایی باید یه فصل هم باز کنن بگن با توجه به اینکه ما هر دو نظام رو دیدیم و هر دو استبداد رو به قول خودشون تحمل کردیم، یه استبداد متمدن داشتیم که به ندرت کارهای زشتی انجام میداد، حالا یه استبداد وحشی آدم خور داریم که هر روز کارشونه، تو زندگی خصوصیمون هم دخالت میکنه، من المهد الی اللحد، از گهواره تا گور دنبالمون. هموطن بعدی، اینم بگم معذرت میخوام، ایشون اشاره کردن که مسئله اسرائیل. ببینید عزیزم، درسته اگر ایالات متحده سیاست بی‌طرفانه ای داشت، امروز همه واقعیت وجود اسرائیل رو پذیرفتن، حالا جمهوری اسلامی میخواد برای خودش تو خیال باشه، 22 کشور عربی مطابق طرح ملک عبدالله پادشاه سعودی در زمان ولیعتی 2002 در کنفرانس سران در بیروت پذیرفتند که آقا اسرائیل به پشت مرزهای 5 ژوئن 67 بره هر 22 کشور به رسمیت میشناسنش. بعدم یه اطلاعی بزرگ چاپ شد تمام کشورهای عضو کنفرانس اسلامی از جمله ایران امضا کردن، تو گاردین، تایمز، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، همه جا چاپ شد که این رو تاکید کردن. آمریکا باید پشت این رو میگیره، پیگیر این میشد، داستان اسلو نباید رها میشد، اسلو باید دنبال میشد. امروز اگه فلسطینیا سرزمینی داشتن در کنار اسرائیل، پرچم فلسطین مستقل بالا رفته بود،
آمریکا مرتب وتو نمی‌کرد، رادیکالیزه نمی‌شد منطقه. در عین حال شارلاتان‌هایی هم از نوع القاعده و داعش و این حرفا و اون دار و دسته‌ای هم که در سوریه حکومت می‌کنن و و و ایران نمی‌تونستن سوء استفاده کنن، به اسم فلسطین آدم بکشن و جنایات خودشون رو توجیه کنن. بله، این یکی از دلایل است، اما همه دلایل نیست. شما نگاه کنید داعش آیا شعاری برای آزادی فلسطین بالا برده؟ نه. القاعده هم بالا نبرد. حزب الله میبره، ولی اونا بالا نبردن. به خاطر اینکه هدف داعش آزادی فلسطین نیست. هدفش برپایی خلافت جهل و جور و فساد در سرزمین‌های اسلامی است. هموطن بعدی. الو، سلام علیکم، خسته نباشین. خیلی ممنونم از برنامه‌های خوبتون، مخصوصا برنامه آقای دکتر نوریزاده. ولی یه دو سه تا مورد داشتم اگر ممکن باشه، می‌خواستم اینو خدمتتون عرض کنم. یکی این که هفته گذشته آقای دکتر نبودن، حالا با اسکایپ صحبت می‌کردن یا حرفی، این گوشیشون هی زنگ می‌خورد، اصلا اعصاب همه ما رو خورد کرده. این یک. دوم این که دلم میخواد اینقدر که من این آقای چالنگی دوست دارم و آقای نوریزاده و آقای سازگاره، میخواستم خواهش بکنم از آقای چالنگی کمی بیشتر مجال بدن و آقای سازگاره صحبت بکنه. نمیدونم، حالا شاید برداشت منه، فکر منه، من همه سنو دوست دارم، اما میخواستم این آقای چالنگی محبت رو بفرمایم. و سوم هم این که ببینید این دردا و این ناراحتی هایی که مردم دارن، اینا بالاخره هست، همه اینا رو میدونن. میخواستم بگم که پیشنهادی بکنم که راه کار نشونه مردم بدید، مردم چی کار باید بکنن که از این ناراحتی ها و رنجشون کم بشه و اصلا بتونن راه به یه جایی برسونن. خیلی ممنونم، محبت کردید، خداحافظ شما. سپاسگزارم دوست من. من بودم، من دیگه اجرا نبودم، با اسکایپ هم برنامه اجرا نمی کردم، برنامه در استودیو بودم و برنامه هم اجرا می کردم و کمتر چنین اتفاقی می افته، چون معمولا تلفنی با من در داخل استودیو نیست، ولی گاهی اتفاق می افته، مثلا یکی از همکاران تلفنش اینجا بوده یا زنگ زده، یا اینکه از استودیو مثلا به من چیزی گفتن که شما شنیدید، صدایی رو تصور کردید که تلفنی بوده. در حال حتما سعی میکنیم هیچ وقت این نوع مزاحمت ها نباشه. دوم، در مورد آقای چالنگی و برنامه من و آقای سازگارو مهمانشون میشیم، اتفاقا آقای چالنگی دادش با آسمونه، برای اینکه ما زیادی حرف میزنیم. یعنی من و آقای سازگارو از اون فرصت 3 دقیقه همیشه بیشتر حرف میزنیم، حالا یه بار من، یه بار ایشون، یه بار هر دومون. و قاعدتاً در یک محاوره‌ای که 3 نفر توش هستن، اگر هر کدوم از این اطراف زیادتر از حد معمول صحبت بکنن، اولاً رشته امور به جای دیگه‌ای کشته میشه، چون قاعدتاً حرف میاره، خود بنده اینجوری هم، و در نتیجه اون کسی که مجری برنامه هست و اداره برنامه رو عهده داره، اونجا که حس میکنه باید مداخله کنه و تذکر بده، این کارو میکنه. و بعدم این که ناراحتی ها و درد ها، ببین عزیزم، هر نوع دخالت ما در این زمینه ها میتواند تعابیر دیگری داشته باشه. ببینید، ما یک رسانه هستیم، افرادی میان اینجا به عنوان سیاستمدار، به عنوان فعال سیاسی، من روزنامه نگارم، به دنبال یک شغل سیاسی هم نیستم، آرزوی نهایی من اینه که همون میزم و تو روزنامه اطلاعات داشته باشم. اتفاقا با جناب فرهاد مسعودی عزیزم صحبت میکردم، چقدر انسان شرافتمندی است. من یه بار اسم مرحوم پدرشون رو آورده بودم هفته پیش، ایشون محبت کرد، زنگ زدم و اظهار لطف فرمودن. فرزند گرامیش که رفت ایران و چه کتاب ارزنده ای نوشت. ما آرزو می‌کنم همونجا باشم، به فرهاد خانم گفتم تو اتاقم داشته باشم، اون میزمو داشته باشم و تلویزیون و رادیو باشم، کار دیگه‌ام نمی‌خوام. ولی اونایی که دنبال اینا رئیس جمهور بشن، وزیر بشن، سفیر بشن، شغلای بزرگ بگیرن،
در تلویزیون که میان نقطه نظرشون رو میگن و نسخه میپیچن، میگن چه کارهایی باید کرد. از من انتظار نداشته باشید یا همکارانم که بگیم چه بکنید. یک بار در سال 88 در جنبش سبز من از نقش اطلاع رسانیم یه مقدار بیرون رفتم، آنقدر در هیجان بودم، آنقدر حال غریبی داشتم و اتفاقا من به اتفاق آقای دکتر سازگارا در صدای آمریکا تقریبا هر روز و یه روز در میون حرفایی که میزدیم ضمن انتقال آنچه در درون میگذشت از بیرون هم پیامهایی به درون میفرستادیم. باز میگویم بسیاری از اون شعارها رو من نوشتم و همون زمانم چاپ کردم و فرستادم و این شعارها همه گیر شد. نمیدونم یه روزنامه نگار میتونه این کارو بکنه. اینا همه برای من علامت سوال داره که ما آیا نسخه بپیچیم؟ آیا من صلاحیت این رو دارم که درباره کشاورزی ایران اظهار نظر کنم؟ من یه چیزو میتونم بگم، من آرزوی ایرانی مردم سالار رو دارم، ایرانی که به خاطر دین مردم محاکمه نشن، به خاطر باور داشتن حسن یا حسین یا تقی یا زید محاکمه نشن، دهانشان را نبویند به جرم آنکه گفته باشند دوستت دارم. من آرزوی داشتن چنین ایران، دیدن چنین ایرانی رو دارم، ایرانی آزاد، آباد، مردمی همسو و برابر، هیچ فرقی بین ایرانی مذهبش، نژادش، قومیتش، جاش نباشه، همه در زیر این لحاف چلتکی زیبای تاریخی باشن، همه با هم با عشق سخن بگن، مساوات کامل باشه بین زن و مرد، بین ایرانی ها، از همه نژادها، از همه تیره ها، و به هم احترام بذاریم، به گویش هم، به تاریخ هم، به فرهنگ هم، به عادات هم، به سنن هم، به موسیقی هم، و هم دیگر رو دوست بداریم. من دنبال اون ایران هستم. هموطن بعدی من، درود و عرض ادب احترام دارم جناب دکتر نورزاده عزیز. شخصی به نام جهرومی که اگر اطلاعاتی درباره این شخص دارید لطفاً برای مردم توضیح بدیم، چون ایشون شخص انتخاب شده آقای خامنه‌ای و پسرش مشتبه هستش که تمام کسایی که براش کار میکنن اجهی و افراد دیگه و ایشون انگوش میذاره توی کجا که پولای کی رو بگیرید و کدوم زمین رو به حساب تصاحب بکنید، کدوم کارخونه دار رو ازش باش بگیرید، که ایشون زیادم سیرتش دیده نمیشه و ایشون سردسته به حساب این باند دزدی هستن که سهم آقا رو و پسرشون رو وقتی که انجام میدن اولین کسی که میاد سهم اینا رو میده این آقای جهرومی هستش. اگر که اطلاعاتی دارید لطف کنید به مردم بگید، ممنون میشم. روز خوبی داشته. دوست عزیزم، جهرومی در جمهوری اسلامی بسیار داریم. یکی دکتر گودرز افتخار جهرومی که خودم ایشون رو میشناسم، دانشکده حقوق بودن، از وکلای بارز و در جریان لاهه مدتی سرپرستی تیم ایران رو داشتن، مشاور رئیس جمهور آقای رفسنجانی بودن. و آقای بشارتی جهرومی رو داریم که معاون وزارت خارجه بودن، بعد به وزارت کشور رفتن و در اونجا در دوران انتخابات دوم خرداد کوشش بسیار برای تقلب کردن، ولی همون حضور صبح رفسنجانی با امدادان قصهش رو براتون گفتم مانع از حصول این تقلب بزرگ شد. به هر حال جهرومی ها اینایی که بازم هستن، امام جمعه داریم به نام جهرومی. من نمیدونم منظورتون کدوم هست، شما یه شخص خاصی رو در نظر داشتید. اگر برای من توضیحات بیشتری بدید، مسلم در برنامه‌ای که در سال آینده، در امسال یعنی در واقع شروع خواهیم کرد و پرونده‌های بزرگ فساد رو باز می‌کنیم در برنامه محرمانه مستقیم که امیدوارم از ماه آینده شاهدش باشید، مطمئناً به این آدم‌ها هم خواهیم پرداخت. هموطن بعدی من، حالا سلام، با سلام آدیو خدمت شما جناب آقای نوری‌زاده. من حاجی دوزری هستم، حاجی سنگ میزنم، از شما دلگیر هستم به دلیل اینکه شما در برنامه
برنامه های پنجره رو به خانه پدری متاسفانه در مورد با ارتباط جنسی دو فرد موافق نظرات مساعدی ندارید و تأخیر میکنید متاسفانه در حالت تأخیر در حال صحبت میکنید حتی اگر این دو فرد روحانی باشن، شیخ باشن، آخوند باشن یا دو فرد سیبیل باشن، لباس شخصی باشن یا مردم عادی باشن، در حال در هر لباس در هر مقامی که هستن من متاسفانه از شما درگیر هستم و امیدوارم که در این مورد راهکاری پیدا کنیم برای خودشون که بتونید حداقل از تغییر جنسی ارتباط جنسی دو فرد جلوگیری کنید. اگر این کار بکنید که واقعا سپاسگزارت میشم. من هر روز برنامه شما رو میبینم تلویزیون ایران فردا، همچنین برنامه تفسیر خبر جمعه شبها میبینم و دوست دارم که بتونم ادامه بدم با شما و بتونم برنامهاتون رو ببینم. دوست من هنوز متوجه نشدم منظور شما از تحقیر چه بود؟ راجب دگرباشان جنسی میگفتید. من تحقیرش فقط نکردم. من وقتی چیزی حالت تعرض و حتک و تجاوز داشته باشه محکومش میکنم، ولی هرگز اظهار نظر نکردم راجب مسئله‌ای که به حریم خصوصی افراد تعلق داره و من رو چه که در باره گزینش های انسان ها یا تبایعشون بیام قضاوت بکنم. هر انسانی خودش، تبایعش، نگاهش، نگرشش، تمایلاتش مربوط به خودشه، مربوط به طبیعتشه، خلقتشه، بین اوست و خدا. من هرگز تحقیر اینا رو نمی کنم. اما اگر موردی باشه که ببینم به یک انسان تعرض کردن، بله، سعید مرتضوی متجاوزه، چه در مورد زندیات بانو زهرا کاظمی و چه در مورد جوانایی که در کهریزک مورد تجاوز قرار گرفتن، اون دیگه نگاه تحقیرآمیز باید باشه. یک پیام دیگرم بشنویم، فکر میکنم وقت داریم. درود بر شما. در این دو سه روز همه جا صحبت از جنایتکاران مسلمانی است که در فرانسه دست به کشتاری وحشانه زدند. در دو برنامه، یکی در تلویزیون اندیشه، دیگری در برنامه وی او ای، دو نفر از مدافعان اسلام، آقای هدایتی و آقای آقاسی، در صحبت‌هایشان می‌خواهند بگویند که اسلام دین صفا و صمیمیت و آزادگی است و با جنایت و آدمکشی مخالف است. استدعا دارم همکاران، همگان، حتی مجری محترم رادیو فردا این آیه قرآن را که می‌گویم بخوانند، سوره نساء آیه 89 و آیه 91. با صراحت دستور می‌دهد مخالفین را هر کجا یافتید بگیرید و بکشید. خدا شما را بر آنان. ببینید عزیزم، شما میرید در قرآن یک آیه انتخاب می‌کنید، میاد میگید آقا این گفته بکشیم ببندید. یه نگاه کلی‌تر بکنید. آیه کی نازل شده؟ وجه نزولش چه بوده؟ چرا؟ در چه زمینه؟ قرآن پر از آیه های تسامح و بخشش و تساهل و اینا هم هست. هر کسی از زن خود شد یار. ایشون تلویزیون ایران فردا گفت، رادیو فردا اشکارم نداره، همکاران عزیز من در رادیو فردا هستن، درود بهشون میفرستم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده، همین جا همین ساعت، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Yeah.